فیلم انگشت نما با بازی منوچهر وثوق و حاله محصول سال 1354. حجت با بازی منوچهر وثوق با عاطفه قرار گذاشته که اگر همسر مورد نظر خودش رو پیدا کرد دوستیشون رو قطع کنه. حجت با معصومه با بازی حاله قرار ازدواج میذاره، اما قاسم که جلال پیشواییان بازیش میکنه برای سر نگرفتن این ازدواج اسماعیل پدر معصومه رو به زندان میندازه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. معصوم جون، یعنی تو خوابی شیطون؟ میدونم که با هم قهری، اما یه خبری وسط بردم که اگه بهت بگم تو میشی بشکم میزنی. چشاتو باز کن خوشگله، اون کن چشای نازه تو بچه نکن. میدونم که بیداری بردم، اذیتم نکن. امروز پیش وکیلم بودم. پیش وکیل برای چی؟ واسه دعوایی که سر ارثیه بابام با عمون دارم. حواست کجاست دختر؟ خب وکیل چی گفت؟ گفت یه عالم مدرش پدرش به نفع من جمع کرده، روز دادگاه من برندم. خدا کنه. اگه ایشالله من برنده بشم که میدونم میشم، کارمسترا و آسیاب و باغ انگور و خالص همه رو میفروشم و با پولش یه خونه خوشگل درست میکنم که از خونه به دوشی راحت بشیم و بریم توش زندگی بکنیم. چه جور خونه ای میخوای بسازی؟ یه خونه خوشگل نقلی که یه حیات تر تمیز داشته باشه تا به امید خدا بچه هم راحت توش بازی بکنم. یه حوض قشنگم واسه حیات میسازیم که توش یه عالمه ماهی قرمز باشه که بچه ها سرگرم کنه. تو اصلا به فکر بابا و مامان من نیستی، انگار اونا رو به کلی فراموش کردی. آره راست میگی. ببین چی میگم، خونه فیلم سکه شانس با بازی فردین، ناصر ملک مطیعی و مرجان محصول سال 1349. دو برادر شیفته یه دختر میشن در حالی که دختر به برادر کوچیکتر علاقه منده. در این بین مردی سعی میکنه که میون این دو برادر جدایی ایجاد کنه و برادر بزرگتر رو به قمار میکشونه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. یا صفاین، اینه اون یه دستبال سستومنی گلی دست دست داله. آره نمیخواد بپرسی. خب دیگه فعلا خدافز. خدافز به امون خود خدا. قربونت برم آخدا. شنافتی زلفی؟ خب چی میگی؟ بازم میگی اومنه دوست نداره؟ تو که زرنگ خود دست داله، اما الحق و والانصاف که طرف خیلی سالاره، پاک گرمو به سلابه کشیده. جانمه همین که داشمو دیدم میفرستمش خواستگاریش. آره تو بمیری، نصف قضیه دروشه. کارتون تموم شد پدر جان؟ آره، کجا بودی دخترم؟ با برادر کریم داشتم صحبت میکردم. اون جوون کاریه، منم داشتم تشویقش میکردم. خب حتما برای خاطر برادرش نه؟ تو خیلی زرنگی پدر جون. ولی دخترمو میشناسم. من میدونم تو کریمو دوست داری، منم دوستش دارم. اون پسر واقعا شایسته‌ایه. خب دیگه اینقدر چشمتو به در ندوزون، دیگه الان باید پیداش بشه. ولی پدر انگار دیر کرده. ای عمون کمک میخواد؟ مواظب قلبم باش. بلش کنیم بابا بیام بریم دنبال کار زندگیمون. اینه نگاه کن کجا بریم، تازه رفیقمون پیدا کردیم. راستی بچه شنفتین که آقا داشته فرسته مردسه؟ مبارک صد سال به این سالا، حتما میخواد را رسم کلک خمار بیتر یاد بگیر. ده من نشتفتی میگن ننو تا سنگ لحد یه ریز جدول زرد یاد بگیر. آره چی؟ هیچی تو خودت باش. نم نم. فیلم ستیز با بازی منوچهر وثوق و حاله محصول سال 1355. امیر و مریم قرار ازدواج میذارن، اما اتومبیل مریم به دره سقوط میکنه و روزنامه ها خبر کشته شدن اونو منتشر میکنن. زری دخترموی مریم که به امیر علاقه داره، نامه هایی که مریم به امیر مینویسه رو از امیر پنهون میکنه تا خودش رو به امیر نزدیک کنه. مریم بر میگرده و متوجه میشه که امیر و زری به هم علاقه مند شدن. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم.
اونه تو برم پیر مرد. تفتر دوقع تو برم تو یه فرشته ای، فرشته این نجات آقایون، این یه فرشته است، قربون همه تو برم. خیالم راحت. ببین تو برو بزن و بچت مجده 100,000 تومن بده، اصلا برشون دار بیار خونه، من میخوام واسه شون امشب جشن بگیرم. مریم جو، مریم جو، مریم جو کجایی؟ باشی، باشی، بلنشی اینجا، حالا بلنشی درست شد. درست خوابیدی؟ بیدارش کن، بیدارش کن مثل نکم. درست شده بیدارش کن، دارم از خوشحالی پر در میره، بیدارش کن. مست کردی؟ مست کردی چیه؟ خیلی هم هوشیارم، رفیقم آقا جمال 100,000 تومنه به همون میده، 100,000 تومن. علی جو، علی، علی پسرم پاشو، پاشو قربونت برم. چیه؟ چه خبره؟ چی شده بابا؟ چشات خوب شد؟ پاشو قربون این مجاهد برم الهی، دورت بکردم، تمام شد، همه کارا درست شد. مریم جون 100,000 تومن پول فراهم کردم، دیگه تمام شد، همه چی درست شد. تو این هفته چشای پسرم معالجه میشه، میبرمش خارج، میبرمش خارج، چشاش معالجه میکنم، قربونت برم الهی. چرا خود راست میگی بابا؟ آره پسرم، به جون خودت، به جون مامانت راست میگم. جان بلند شو، بلند شو دیگه، بلند شو، لباس عوض کن، بریم خونه آقا جمال. آخه ندیده نشناخته خودت آقا جمال، همون رفیقم که قراره 100,000 تومن بده دیگه، جان معطلش نکن، واسه من امشب جشن گرفته. تو مایک وایسادی، پس کی میاد؟ ساعت 9 شد، پس چرا آقا جمال نیومد؟ حتما تو ترافیک گیر کرده. مگه از خونهشون تو اینجا چقدر راهی؟ شاه عبدالعظیم من بود الان رسیده بود. ساعت 10 شد. ببین ساعت 10 شد. پس چرا آقا جمال نیومد؟ حتما خوابش برده. مگه ندیدی دیشب چقدر مشروب خورد؟ تو چقدر خوشباوری مرد. دیشب مست بوده علکی گفته 100,000 تومن میدم. نگاه کن، نگاه کن، 11 شد. و چی گرفتاری شدی؟ بابا ساعت 11 شد. پس چرا نیومد؟ ممکنه ما رو دست انداخته باشه. نه جون دلم، ببین تو، ببین این دفترچه. فیلم سلطان قلب ها یکی از محبوب ترین فیلم های سینمای ایران، ساخته محمد علی فردین، محصول سال 1347. زوج جوونی در جریان حادثه‌ای، هر کدوم با این تصور که همسرشون درگذشته، سالها دور از هم زندگی میکنن. مرد خواننده‌ای معروف میشه و زن در حادثه‌ای بینایش رو از دست میده. سالها بعد مرد اتفاقی با دخترکی روبرو میشه و بدون اطلاع از اینکه دختر چه رابطه‌ای با او داره، باعث معالجه مادر دختر و همسرش میشه. بخشی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. چرا قد دیر کردی؟ دیر کردم. عوضش بیا. این خرج رفت و آمدید، اینم حقوق یک هفته، اینم 1,000 تومن پاداش. وقتی هم برگشتی مای 300 تومن بهت اضافه حقوق میدم. باز هم بگو نمیرم پسر. خیلی خوب سعید، عالی شد. با همه این احوال بازم اگه تو ناراضی باشی نمیرم. برای چی ناراضی باشم؟ 1,000 تومن پاداش، ماهی 300 تومن اضافه حقوق، چرا نری؟ اینا همش کار خداست. خدا خواسته اول زندگیمون به ما کمک بشه. درسته ستاره، وقتی دو نفر هم دیگر دوست داشته باشن، خدا هم اونا رو دوست داره. میرم و برمیگردم، تو هم با این پولا وسایل عروسیمون رو تهیه کن و واسه خودت هم یه دست لباس عروسی قشنگ بخر. خدا کنه زودتر برگردی. حتما. اما نمیدونم چرا تهی دلم شعور میزنه. میترسم، میترسم پدرت برگرده و ناراحت بشه. برای چی؟ پدرم یه ماهه اومده تهران، اون حالا به این زودی ها بر نمیگرده اونجا. خب فکرش نکن، برگردم مهم نی. من تا موقعی که پیش تو هستم هیچ آرزویی ندارم، مثل اینکه خدا تمام دنیا رو بهم داده. مگه فقط به تو دلم خوشه؟ به زن قشنگم، به ستاره. فیلم شب آفتابی که تو سال 1356 ساخته شده، از این قراره که نصرت بعد از آزادی از زندان با دوستش قوام قرار میذاره تا قوام کسی که به نامزد نصرت حد که حرمت کرده رو به قتل برسونه. نصرت هم در عوض عموی قوام رو که ثروت پدرش رو بالا کشیده و قصد داره با مادرش ازدواج کنه بکشه. بخشی از فیلم شب آفتابی رو با هم تماشا میکنیم. میره خواست برام زرد میره، هی ما را برد آوردش بابا، هیشگی نشد و پسندش داری را دیدنی را. نصرت کی اومدی ننه؟ کجا بودی مادر؟
الهی که فدای اون قد و بالای رشیدت بشم مادر. الهی که فدای اون هیکل قلمیت بشم ماما. و ماما ماما شده بچه نوکرتم عزیز بیا بیا که دلم واسه قرائت واردیه ذره شده. مرگم ذلیل نشی الهی بذار یه دقیقه ببینم. مرگم یه چشم بیا بیا اسمت من شد یه زنه امروزه اما در عوض چون پلنگ و یوزه. مردی که رو ببین چه بد زیبیله. خانوم عزیز کثیف شده طویله. مردی که این لباس چیه پوشیدی. خانوم عزیز گاو رو ندوشیدی. زود باش برو برسون گندم ما رو بچوپون. گوسفنده رو او بده بابا خودتو کمی تو بده. دیلی رای دیلی رای دیلی رای خب، تعریف کن ببینم چه خبرها؟ تو این چند ساله کی رفته، کی مونده؟ حلوای کیا رو خوردی عزیز؟ راستی از عروسمون نگفتی؟ لیلا خانم حالش چطوره؟ خوب ازش حفظ و حراست کردی؟ تو نامه آخری واسش نوشته بودم خوش نرم دیگه تو خونه بابا علی بمونه. قربون دستت. تو زندون شناخته بودم یکی دو دفعه رفتم تو اون خونه با دود و دم را انداخته بودم. گفته بودم لیلا دست پاشو جمع کنه و بیاد پیش تو. عزیز چی شده چرا حرف نمیزنی؟